صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبد الله الحسین، صلی الله علیک ایها الشهید العطشان، السلام علیک یا قریب القربا، یا ساکن کربلا، صلی الله علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و علی اصحابک الذين بذلوا مهجهم دونك، فيا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. سلام عليكم ورحمه الله. عرض تعزیت دارم و تسلیت میگم ایام سوگواری بر ماتم آقا و سرورمون سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدمت همه شما همراهان و بینندگان عزیز. انشاءالله که خداوند از شما همه طاعات، عبادات که در مسیر خدمتگزاری به شعائر امام حسین علیه السلام بوده قبول بفرماید، توفیق بده هر سال موفق باشید و در همه مناسبت‌های سوگواری اهل بیت علیهم السلام انشاءالله احیاء شعائر بکنید که احیاء امر اهل بیت است، مورد رحمت اهل بیت قرار میگیریم انشاءالله، مورد دعای خاص امام عصر علیه السلام و همه اینها انشاءالله با امضای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اسباب شفاعتی بشه برای ما در دنیا و آخرت. با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید جواد مدرسی، عرض سلام دارم خدمت شما و عرض تعزیت و تسلیت میگم مجدداً ایام مصیبت سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب جان برکف و بزرگوار ایشون. السلام السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، سلام بر امام رؤوف و مهربان، سلام بر امام محبوب، سلام بر امام دلها و جانها، السلام عليك يا بقية الله، سلام بر شيعيان و دوستان شما و سلام بر یاران با وفای شما، ثابت قدمان، سلام بر دل سوختگان، دعا کنندگان ساحت مقدس شما، مخصوصا بینندگان محترم این شبکه. سلام علیکم آقای رسا، خوشحالم در خدمت شما هستم. سلامت باشین انشاءالله. خب اگر اجازه می فرمایید عرض سلامی داشته باشیم محضر ارباب و برادر بزرگوارشون، اصحابشون، تا انشاءالله به برکت این سلام انشاءالله مجلس امشبمون هم متبرک بشه و مورد عنایت ویژه حضرت قرار بگیره انشاءالله. در خدمت شما هست. السلام على الدوحة العلوية، السلام على الدوحة الفاطمية، السلام على الدوحة المحمدية، السلام على الحسين ابن فاطمة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيد الشهداء، يا حبيب الله وابن حبيبه، يا خيرة الله وابن خيرته، يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا آية الله العظمى وحجابها الأكبر، السلام على زين السماوات، السلام على زين الجنان، السلام عليك وعلى أخيك الحسن وعلى شهداء ضرجوا بفنائك، السلام عليك وعلى ولدك، السلام عليك يا أبا المهدي وعلى المهدي جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا ناصر الحسين، السلام عليك يا شيعي الحسين، يا موالي الحسين، يا تابع الحسين، يا مخلص الحسين، السلام عليك وعلى سيدك الحسين، السلام عليك وعلى سيدك الحسن، السلام عليك وعلى سيدك أمير المؤمنين وسيدتك فاطمة، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا قمر العشيرة، يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن أم البنين، وعلى إخوتك الثلاثة وعلى المستشهدين تحت لوائك جميعا ورحمة الله وبركاته. خیلی ممنون و متشکر انشاءالله که حضرت با کرمشون این سلام ها رو پاسخ بدن هم در دنیا و هم در آخرت. خب مباحث مختلفی رو در شبهای اخیر از شب اول محرم تا این شب داشتیم و الحمدلله خدا توفیق داد که پیرامون حضرت سید شهدا علیه السلام، حرکت ایشون و مسائل مرتبط با قیام ایشون، خروج ایشون و فهم این که به چه انگیزه هایی اون چیزهایی که برای ما مکشوف شده از خود کلمات حضرات معصومین علیهم السلام، این انگیزه ها، دلایلش، حکمت هاش چه چیزهایی بوده و مباحثی در خصوص اهمیت مواسات، بحث تبعیت از امام و همه مسائلی که داشتیم و اینکه در نهایت قیام حضرت سید شهدا علیه السلام یک قیام مقدس در کمال حکمت با منطق و بر اساس یک هدف مشخصی است که به امر خداوند متعال بوده و اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و اهدافی داره که شاید اصلا از وسعت دید ما فراتر باشه و اونها رو متوجه نشیم. شاید یکی از اتفاقاتی که بعد از واقعه کربلا در طول زمان به چشم خورد این بود که بعد از واقعه عاشورا یه تحولی در کوفه اتفاق افتاد. اگر صلاح میدونید از باب اینکه خب حضرت سید شهدا علیه السلام اختیار کردند که به سمت کوفه حرکت کنند و اینکه در نهایت این امر منجر به این شد که به حرکت اهل بیت ایشون بعد از اسارت منجر به این شد که یک تحولی در کوفه در طول سالیان ایجاد بشه، از این باب اهمیت خوب خاصی داره چون بالاخره کوفه شهر مهمیه در اعتقاد و منظومه اعتقادی ما شیعه و انشالله روزی که به زودی ببینیم محل استقرار و مرکزیت حکومت حضرت ولیعصر بقیت الله العظم در اونجا قرار داره انشالله. از این زاویه خورده اگر صلاح میدونید مطالبی رو عنوان کنیم، راجبش صحبت کنیم و بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد قبل از واقعه عاشورا برای کوفه، بعد از واقعه عاشورا برای کوفه. هر زمین که امام، هر امامی، ما کوچکتر از اونیم که هدف بزرگ ایشون رو تحلیل کنیم به عقل ناقص خودمون، این اعتراف و تقصیر رو بگیم. واقعا امام برای حل مشکلات دنیایی ما که خیلی ها این گونه نگاهشون به عظمت ایشون هست، مثلا امنیتی که در کشورها میاد،
به توسط سیدمون خاتم مهدی سلام الله علیه در شهرها. البته کار بزرگیه، کار بسیار بزرگی است، ولی بالاخره امام چیه؟ امام بزرگتر از این حرفه. یعنی اهل کوفه رو دقت کنید، عده‌ای برای مال و منال دنیا ایشون رو میخواستن. ایشون مرد کریمیه، دست بازه، محل طمعه، به جام هست این طمع. همین الان هم امام حسین زنده هستند، یعنی حیان، یعنی همون عطایا رو دارند. و دوستان دور و نزدیک، من الان یکی از دوستان به ذهنم اومد، یادم اومد، الان هستن، از امام روز خونه خواسته بود منزل. همون روز شب نشده این بنده خدا که رفته بود مشهد از آقا خونه به طلبه، شب نشده تلفن ناشناسی، الان هست در دوستمونه، هستش الان، منزلش هم هست، ناشناسی به او تماس میگیره و اون ناشناس هم هنوز با او دوسته یعنی، و هزینه یک منزل رو تکفل میکنه برای این آقا و منزلم میخره. خب ما این کرم بسیار سرشار از این آقایون رو که میبینیم، خب واقعا تمام میکنه انسان. مریض میاد طمع میکنه به شفا، شفا هم میدن، بارها زیاد دادن. من خودم در همین دهه محرم که شما مستحضر هستید گرفتار راه رفتن بودم، خیلی آرزو داشتم در عزای تواریج بتونم شرکت کنم، شب عاشورا که ناامید شدم از این که بتونم تو این عزا شرکت کنم یا عزای غم زنی. من از صبح عاشورا به آرزوم رسیدم، یعنی من تونستم تو این عزاها شرکت کنم، راه برم نمیتونستم، و تربت سید شهدا خوردم همین دهه، یعنی همین چند شب قبل. الان هم خیلی با سرعت دیدم از پله ها دارم میام بالا، عصامم فراموش کرد. خب اینو من چی بگم، یعنی واقعا انسان طمع بکنه به این دستگاه، چرا طمع نداشته باشه؟ به اندازه عقلمون اینا هم کرم دارن، یعنی به امام حسین به یک بند خدایی گفته بودن که المعروف علی قدر المعرفه، به قدر دانش و دیدت و بینشت. و چون که یک آقایی به ایشون گفته بود اندازه مروتت به من بده، گفتن حالا لا یکم، مروتم اندازه مروتم میخوام بهت بدم، باید آسمان ها و زمین رو بهت بدم، و گنجایشش نیست. چون این وقتی یکی طمع داره با آقایون که علم سرشار بهش بدن، به حضرت صادق گفته بود که حملنی حمل الباذل، باذل یعنی سر مشک رو باز کن و همینطور بریز از علم گوهربارت سلام الله علیه. ایشون گفته بودن اذن تنفسخ، از هم پاشیده میشی. یعنی حقیقتی هست که ظرفیت های ما به اندازه معرفت و عقولمون کشش بیشتر نداره. خب بذار من تخطئه نمی کنم، اونی که مشکل خانوادگی داره میاد کربلا زیر گنبد دعا کنه مشکلش را، مشکل مالی، مشکل مسکن، مشکل امنیت، مشکلات بزرگ. گاهی من دیدم بعضیا برای مشکلات بزرگ جامعه، مشکلات یمن میان، دیدم من ستایششون هم شنیدم، ستایش از جهات باز بالاتر که مثلا همت‌های خیلی بلندی دارن. یادم همین جایی که از علما بود، زرقاوی بود اون زمان در عراق، لرزه به اندام خیلی بعضی شیعیان ضعیف الحال اند افکنده بود، و توسل به امام حسین سلام الله علیه، روزی که ختمش تموم شده بود زرقاوی کشته شده بود، روزی که این عالم بزرگ آیت الله قزوینی الان فوت شده اسمش افت. ببینید در قدر که شما طمع کنید به این دستگاه،
چه هموم و قصه های شیعه رو ببرید در این دستگاه. و یکی از آقایون امروز میگفت که همون امام حسینی که پارسال 40 داعش رو جمع کرد، امید داریم مشکل اقتصادی ایران هم در همین 40 حل کنه و ایرانیان هم سربلند در این امتحان به زیارت 40 پاشون رو بکشه. انشاءالله خدا توفیقشون بده. خب میگم حالا من خواستم این جهت رو بگم که ما به قدر عقلمون آقایون با ما معامله دارند. انا قوم نشکر القلیل. درسته ما کم دیدمون کمه به این آقایون، یعنی بینش ضعیفی داریم، ولی در حد بینشمون اینا جوابگو هستند. اینو بگم، ولی واقعا این همه بزرگتر از این حرفن. یعنی این آقایون برای فراتر از خواسته های ما قدم به این کره خاکی گذاشتن. مثلا یکی از حرفای خیلی مهم ارتباط مخلوق به خالقه. اینا ما ارتباطمون بالاخره با دینار و سکه و تومن و خونه و زن و باز اینا حیات دنیه است، دنیاست، پسته. خب عقولمون همه قلب میکشه، ولی ارتباط با حی دائم لایموت رب، این فکرشو بکنید خیلی مهمه. این حیات اینه اصلا، ارتباط با الله، این حیات اینه. تمام ارتباط ها بیارزشه واقعا، یعنی خودمون میفهمیم بیارزشه. خب این ارتباط رو این آقا درست میکنن برای ما، این حجاب هایی که با گناه ها درست شده، با نیت های گناه ها درست شده، ارتباط قطع شده. میدونید ساحت قدس رب یکی از اسماء خداست، مقدس، خیلی مقدسه. یعنی ملائکه جرأت نمی کنن یک دعای غلط محضر رب ببرن، ملحون به عبارت، یعنی که مثلا شما یک دعایی ولی رعایت نکردی حمد و صورت و دعات. و یاد دعای کمیل حضرت امیر علیه السلام افتادیم که عباراتی رو می فرمایند میگن ولیکن تقدست اسماک، یعنی این که این خیلی شأن حضرت حق بالاتر از این حرف هاست و اون چیزی رو که قضا و قدر الهی هست باید انجام بشه. بله حضرت امیری می فرمایند اینطور، خیلی مقدس رب، خیلی به تعبیر انبیاء الله اکبر، بیشتر از این که ما فکرمون قد میده، قد نمیده به تعبیر قرآن، نمیرسید لن تبلغو. آیه قرآن اینه چی؟ فنتهو. امام میفرماید اذا وصل الکلام الالله فنتهو، فقط بگو الله اکبر و مبهوت بمون در عظمت رب تعالی. این مبهوتیت رو ما اگر سلسله مراتب معارفی بالا بره راجب خلفایش، اونایی که مقام رب رو دارن رو باید یه روزی برسیم که در عظمت این آقا مدهوش باشیم. من گیج و گم. لذا واقعا سید الشهدا خیلی فراتر از این که من بگم هدفشون، بعد بیام مقارنه کنم با قیام مختار، قیام زید شهید، با قیام سلیمان بن سرد خزاعی، توابین. یعنی این مقایسه همون انزلن دهره، یعنی شما دارید خیلی کوچک میپندارید این عظمت رو. تو زمان اعترافم اول گفتم بعد با این بینش ما وارد صحبت بشیم که ما واقعا کوچکیم، بزرگان ما خیلی کوچکتر از این حرفن. خدا این آقایون رو برای یک مهم مهام خیلی مهمتر از این حرف ها آورده. خب بگم اهل کوفه بالاخره یک نسیجی هستن، یه تاروپودی هستن که این تاروپود یه تشیعی است که درشون کملین مثل میثم تمار و حبیب بن مظاهر اسدی و خوشید حجری و اینا پیدا میشن و درشون ضعف العقولی هم هست بالاخره، همه سنفی هست. این کشتی های نجات همه رو میگیره،
همه رو میگیره. بعضی ها واقعا دنیا مبلغ علمشونه، یعنی پول و منال و فلان دیگه، قدر دیدش اینه. ولی تو امتحان نمیفروشه امامش رو. لذا این شیعه است، این موالیه، این مؤمنه. مثل زبیر نیست که مثلا امام امیرالمومنین رو به یک ملک بصره فروخت. بعضی ها نه، نمیفروشن. اینا شیعن. خب کاری که معاویه خیلی همت گماشت که از بین ببره این تار و پود تشیع رو، اولا یه گزارشی خوندم که معاویه، لعنت خدا برش، من با شما لعن کردید، من هم لعن میکنم. معاویه کسی است که سه هفته از دوران حکومتش گذشت که ادعای خدایی کرد علنن، انا رب بکنم. اما جنگ با امیرالمومنین خودش کفره، نسبه، خودش الحاده. ولی حالا برای اونایی که بیداریشون بیشتر بشه، خامنه‌ای داره میگه انا رب بکنم الالا، ادعای فرعنت کرد، ازش نگرفت، بعد گفت شوخی کردن، برگشت حرفش. معاویه مشرکه بالله، یه بوتیه، واقعا یک بوتیه. خلیفه زمانم که پشت کرد بر هر دین و آیین و کیشی، اگه به مکتب تسنن هم شما مراجعه کنید، باید با ولی امر امیر المؤمنین سلام الله علیه، ولی امر عرفی و قانونی و شرعی، شرع که از قدیر به نسب رسول الله، قانون هم که ملت جمع شدن بایشون بیعت کردن طبق مکتب تسنن و مخالفی. خب این بیعت شکسته، این شق عصر مسلمین کرده به تعبیر خودتو، این پاره کرده دولت اسلامی رو. اصلا هرچی فتنه است معاویه در تاریخ بذرشو پاشیده. از جمله فتنه که پاشید همین بود دیگه، کوفه رو به هم زد. کوفه یک شهر تربیت شده امیرالمومنین، خطبه های بی نظیر علی بن ابی طالب سلام الله علیه که اندکش به ما رسید از نهج البلاغه سید رضی جمع کرده، خب که الان مدهوشند علما و گیجند در تفکیک این کلمات و رسا بودن در توحید. واقعا من دیدم یک خطبه توحیدیشون دارن، مدرسه فلسفه رو به هم میزنه، کل این تا هیاهوی فلاسفه 6000 سال یک خطبه، یک خطبه کوتاه از توحید. اصلا میفهمی این عقل نیست این حرفا رو داره میزنه، این خلیفه خداست داره حرف میزنه، فراتر از عقل. این بیان، بیان عارف بالله، واصل بالله، فلاسفه، عرفا، تار و پودشون به هم میپاشه با این خطبه. اگر بیان به صحنه، اگر از این زاویه‌ای که درش کز کردن در بیان، ببینن نور شمس و خورشید علوی چی داره، اینقدر با بدبینی به دولت علم مدینه رسول خدا اینطوری نگاه نکنن، در حد فقه اصغر مثلا لأهل بیت دیده شده این توحید و اصول دین و اینا رعایت نشده، در شاگردی اهل بیت رعایت نشده. من کار کردم دارم حرفا میزنم، یعنی ندارم سخنچینی میکنم، من تو این حوزه سالها کار کردم، حوزه توحیدی، نه که همه جا رسیدم. من همین تو همین خطبه رو دارم میگم تو این خطبه من کار کردم. بیا تو این خطبه ببینید چه خبره. اول دین معرفته، خب کمال معرفتی، توحیده، کمال توحیده، نفی الصفات عنه، لشهادت کل صفت انها غیر الموصف، شهادت کل موصف انها غیر الصفه، فمن وصف الله سبحانه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد احده، الی آخر. که اگه وقتی فرصت بشه باز ما بشینیم از کلمات توحیدی آیون مخصوصا امیر المؤمنین سید الموحدین مطلب بکنیم. بگذرم، این مدرسه ای که امیر المؤمنین زحمتش رو کشیدند، کوفه، معاویه عرض کردن 50000 نفر رو به خراسان تهجیر کرد، آواره کرد، 50000 نفر خیلیه، 50000 نفر با خانواده هاشون،
بعد خدمت عرضی که امام باقر اینجا این مظلومیت شیعیانشون رو بیان میکنن، بیان میفرمایند، میفرمایند که قتلت شیعتنا بکل بلده. ببینید چه کرد معاویه از این کلمه قتلت در هر شهری حجر ابن عدی را میکشد. بعد افتخار میکنه به امام حسین، میگه نحن قتلنا حجر و اصحابه، حجر رو ما کشتیم. خب بنا گذاشته که برچیند علی علیه السلام را. چرا؟ چون علی علیه السلام محمد را حفظ کرده صلی الله علیه و علیه السلام به حکم آیه نور. الله نور السماوات بل المشکات فیها مصباح. مشکات یعنی اون تارگی در درون دیوار که هم داخل خونه هم خارج خونه روشن میکنه. بعد خداوند میفرماید که این مشکات تا مصباح درش نباشه که اصلا هویدا نیست، کسی محمد نمیشناسد، کسی سنن الرسول نمیشناسد. این سنی ها سخت در اشتباه و غلط هستن. وقتی علی را ول کردن اینا محمد نمیشناسن، اینا سنی نیستن اصلا صلی الله علیه و آله وسلم. به حکم آیه نور اینا اصلا سنی نیستند، ادعای سنیت دارن، دروغ. تسنن یعنی سنت ها را فهمیدن از چراغ علوی است، از نور علی است. خب آیه نور حذف کن، اگه میخوای بگی من سنیه آیه نور حذف کن، بگو اینا رو من قبول ندارم. و الله خدا میفرماید مشکات باید درش مصباح باشه تا مشکات شناخته بشه. المشکات و فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه. باز علی علیه السلام و حسن و حسین، حسن و حسین حفظ کردن، حسن و حسین. چون که شیشه میاد دوره نور قرار میگیره، این از باد و بارون و حفظ میکنه این چراغ را، این نور را. خیلی تعبیر ظریف و قشنگ و مثال به جاییست. واقعا علی ابن ابی طالب نبود اگر صلح مجتبی نبود علیه السلام، و اگر قیام سید الشهدا نبود. من باز تأکید میکنم آقا قیام کردن، آقا نهوض کردن، این قیام رو مقدس ببینیم. ایشون امیرالمومنین رو حفظ کردن با قیامشون، امام حسن رو حفظ کردن با قیامشون. عمرو بن حمق خزاعی با صحبتش شد اینجا از شیعیان امیرالمومنین، اینو معاویه کشت. رشید حجری رو دولت عموی کشت. جویرت بن مسحر، اینا اسمایی است که بد نیست آدم بشنوه، شهدایی هستن که عبدالله ابن بخی، مسلم ابن زمیر، حضرمیان، کوفیان، هانی ابن عروه، دولت عموی اینا رو از بین برد. حالا اسم میثم تمار هم باید میگفتیم، اول محرمشون کشته شد به دست ابن زیاد. و واقعا تارو پود کرد، یعنی اینا کملینن، اینا شاگردانن. حدیث امام باقر رو خواستم بخونم براتون. قتلت شیعتنا بكل بلده و قطعت الایدی والارجل، دست ها رو قطع کردن، پاها رو قطع کردن، علی الظنه، بر گمان، نه بر مستند، نه بر قضاوت، بر گمانی که این علویه. حجاج اخلاقی داشت میگفت هر کی اسمش علیه بکشید، اسمش علیست بکشید. و کان یذکر بحبنا، هر کس که مردم ازش صحبت میکردن میگفتن این دوستدار علی است علیه السلام. دولت عموی او رو کشت، کشت آقا، یا دستش رو قطع کرد یا پاش رو قطع کرد. و الانقطاع الینا، هر کس از معین چشمه ما آبیاری یعنی مینوشید، انقطاع یعنی از اینجا یستقی، میکشتنش. بعد گفتن سجنه او نهبه، سجنه 12,000 زندانی بودن، غیر از 50,000، 12,000 زندانی بودن زمان قیام سید الشهدا. چون از 53 ابن زیاد اومد سر کار و زندانی ها زیاد شدن دیگه. حالا شما اطلاع دارید که بزرگان شیعه در زندان بودن که نتونستن کربلا بیان. او نهبه ماله، یا پولش به غارت رفت، و هدمت دارو، خونش رو خراب کردن، خونه امیرالمومنین خراب کرد ابن زیاد، همین خونه کوفه شون خراب کرد و
خونه اهل بیت رو خراب کرد، زدن خراب کردن خونه هاشون، آوارشون کردن، بی خانمانشون کردن. امام حسین هم که کشتن است، شهید کردن. بعد یه حرکتی هم که باز داشتن ابن زیاد، همون ابن زیاد داشت، من کرده بود رسیدن دوستان حضرت سید الشهدا رو به لشکرگاه کوچک امام حسین. رضا امام حسین یکی از دادهاشون که باعث اینجا تو این شبکه گفته بشه، یا ظالما لنفسه عاصیا لربه، علام تحول بینی و بین قوم عرفو من حقی ما جهلته و انت و عمک، آنچه که از حق من اینا شناختم چرا منعشون میکنی از این که بیان اظهار ولایت کنن، بیعتمو حفظ کنن؟ و خلاصه من شدم شبی که شاید چهارم محرم بود یا پنجم، نمیدونم، یادم نیست. حبیب پیشنهاد داد به سید الشهدا، گفت برم قبیلمو بیارم. 400 نفر بودن، چون حبیب بچه کوفه است، یعنی مال کوفه است. ایشون رفت و گفت جئتکم بخیر، بهترین توش هدیه‌ای که قاصدی بخواد برای قومش بیاره من براتون آوردم، جهاد بین ایده ابن بنت رسول الله و پسر فاطمه، جهاد کنیم. و پذیرفتن ازش، از این پیرمرد پذیرفت. آمدند، حرکت کردن اون 400 نفر ملحق بشن. خب لشکر عمر بن سعد مانع شد، جنگیدن ولی در جنگ کم آوردن، شب بود. بالاخره در رفتن فرار کردن، رفتن به خیمه هاشون. اون شب هم کوچ کردن از ترس دولت اموی که نکنه نابود کنه خیمه هاشون. خود حبیب برگشت به سید الشهدا و گزارش داد که آقا اینا اومدن که بیان، نتونستن. آقا گفتن انا لله و انا الیه راجعون. استرجع، مصیبتی بود دیگه. یعنی این مصیبته که بنی امیه به سر امام شیعیان و شیعیان آورد که دست شیعه کوتاه شد از یاری امامش، شیعه دستش کوتاه شد. آنچه موند اولا جایگزینیه که انویان رو جایگزین کرده بود در کوفه در طول این 20 سال، یعنی سکنه کوفه اموی بودن. همین طوعه که قصهش رو میشنویم، خب ایشون عمه بود، امه ولد شد، خب شوهرش یه اموی بود، فرزندش هم مسلم رو گرفتار کرد، مسلم شهید شد. صاحب مسلم قصدش این بود که برسه به سید الشهدا و بر مسیر رو عوض کنه، نتونست. حتی اون روز گفت که روزی که شهید شد، روز 9 ذی الحجه، ایشون یه جمله گفت که به نظرم مسلم بزرگتر از این است که ما، یعنی بنده بهشون دید داشتم، یه جمله گفت، دیدم از خیلی چیزا خبر داره مسلم. گفت گمانم امروز امام حسین از مکه حرکت کرده باشه. خب ایشون آقا روز ترویه حرکت کردن، این جمله رو با عمر بن سعد گفتن. بعد گفتن نامه بده که بگو برگرد، خیانت کردم آنو مسلم، چه نامه ند، هم برملا کردین وصیت مسلم رو، هم نکردین جریان. یعنی آقا مطلع نشدن از نامه و شهادت مسلم به حسب ظاهر. خب این بلاها گواه بر این است که کوفه شهری بود شیعه نشین، با او ستیز شد، جنگ شد. همین جریانات بعد که مثلا من در مثل همین روز 13 محرم دیگه رسیدم کاروان به کوفه، دیدم که در اون محاجه هایی که ام کلثوم با سلام الله علیه با ابن زیاد داشتن، ناراحت شدم از این که این پلید چطور با این
خانومها حرف میزد، چون حضرت زینب عبا کردن باش حرف بزن، گفت من هذه المتنکره. متنکره یعنی اون بانویی که خودش رو مخفی کرده بود بین خانومها، و حضرت جوابشو ندادن. هم که این این چنین با اهانت صحبت کنه با عمه‌های ما، حتی امام سجاد غار على عمته عبارت داره که خیلی غیرت گرفت ایشون، غیرت الله هم و تند با ابن زیاد صحبت کردن، حتی ابن زیاد دستور قتل آقا رو داد همونجا، گفت که کی هستی؟ گفتن انا علی ابن الحسین. گفت الا قتل الله علی؟ مگه خدا علی را نکش؟ ایشون فرمودن الله یتوفى الانفس حین موتها ولكن قتله الناس. خب ابن زیاد جبری مسلکه، امام جبری مسلک نیستن. مثلا خدا وقتی کشته میشه یتوفى، روح را نزد خود میبره، ولكن قتله الناس. اونجا که فهمید علی ابن حسین زنده است، گفت بگیرید بکشینش. عرضم این بود که ابن ام کلثوم باز کلماتی داشت، حالا آقا نجات پیدا کردن به برکت حضرت زینب، ایشون تعلقت به بغل گرفتن پسر برادر را، گفتن اقتلنی قبله، اگه میخوای بکشی مرا قبل از ایشون، قبل از پسر برادرم بکش. ایشون یعنی ابن زیاد برگشت گفت که عجبا للرحم تود ان تقتل دونه، حاضر کشته بشه ولی امامش به تعبیر من زنده بمونه. اینجا حضرت زینب امامت رو، مهدی زمان رو، ختم این خلقت رو حفظ کردن. خیلی این جنبشان بار بله. تنها در اینجا بل. روی خود روز در واقع عصر عاشورا یک بار موقعی که خیمه ها در حال سوختن بود، شخصی وارد خیمه شد و خواست حضرت رو در واقع هم غارت کرد، هم میخواست حضرت رو به شهادت برسونه که بیبی خودشون انداختن رو بدن مبارک امام سجاد علیه السلام مانع شدن. بعدم خود شمر اومد اونجا، خود شمر حاضر شد، میخواست حضرت رو بکشه. بله اونجا هم حتی زینب نجات دادن. بحث جبری مسلک بودن که فرمودید خیلی نکته مهمی که معاویه ملعون و خب قبل از اون قاسبین حق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و غیره این تفکر رو سعی کردن ترویج بدن و بنا کنن و خب معاویه به شدت اونو ترویج داد. اون جمله معروف این حرومزاده ابن زیاد هم که به خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که خدا دیدی چه کرد خدا با برادرت، کیف رأیتی صنع الله، صنع الله اخی، که حضرت هم فرمودن ما رأیتو الا جمیلا. اگه میخوای به خدا نسبتش بدی منم بلدم جوابت رو بدم، ما رأیتو الا جمیلا. خدا کارش خیلی قشنگ، خدا کارش با حسین خیلی زیبا بود، خیلی. اما اگر که کاری که شما کردید که از کار گرگان و وحشی صفتان پستر و دونتر، ببخشید فرمودم. بله عرضم اینجاست که همه قسم ام کلثوم رو براتون عرض کنم که ایشون خیلی تند آمدن، یعنی با ابن زیاد خیلی این تندی در کوفه دیده میشه که بزرگان یعنی مثل حضرت زینب و حضرت ام کلثوم جواب این نجس رو دادند و سر جاش نشوندن. اونم کمی ورق برگشت در کوفه، یعنی در کوفه کوفیان گریه کردن، خب اون شام هلهله می زدن، می رقصیدن،
به دف و دنبک می زدن. در شام برخورد با سوایا اینطوری بود، در کوفه با خطبه های آتشین حضرت زینب و حضرت امام حضرت ام کلثوم و فاطمه صغرا چیز شد، یعنی کوفه به گریه افتاد. فاشارت بیده ها انسکتو، با اشاره دست حضرت زینب اشاره کردن ساکت شید. نمیدونم این اگه روایت تکوینی نباشه پس چیه؟ در روایت شطورها حتی اون در واقع زنگولهی که آویزان هست به شطورها، سکنت الاجراس، همون زنگوله های شطورها بلد. که حالا شطوری زنگوله شدید میخوره ولایت تکوینی قطعا چیزی سکوت نفس ها حبس شد. حمدت الله و اثنت علی عرضم این که ببینید حتی ام کلثوم رو بگم که ایشون چقدر زیبا صحبت کردن، گفتن ابشر یا عدو الله بالنار والعار. اینجا من دیدم ابن زیاد ابانه داشت از جهنم رفتن، در جواب گفت که انصر تو الى النار، حالا من آتش برم. فقد اشفان الله فیکم و اخذنا ثارات اشیاخنا و اسلافنا منکم. بدر و حنین رو میگفت، میگه آنچه که به سرمون در بدن و حنین آوردید ما اینجا از شما پس گرفتیم، گرچه به جهنم بریم. این شدت اتو یعنی بیمبالات، لعنت، ملعنت، شقاوت، یعنی جهنم رفتن بر اینا. ها آیه قرآن هم اشاره داره به امثال این جهنم رفتن بر اینا کاری نداره، اینا هیچ حرمتی حفظ نمی کردن، هیچ حرمتی. ایشون در جواب گفتن یا ویلک لقد رویت الارض من دم آل محمد، یا لعین ابن اللعین، فغضبه، غضب کرد از کلامشون. گفت اگر زن نبودی من گردنت رو می زدم. ایشون گفتن ای ملعون، حالا من شجاعت این دختر امیرالمومنین مدهوشم کرده. در جواب او هی ملعون ملعون میگفتن، ای ملعون آتشی. اصلا عجیب اعتراف ازش کشیدن که من جهنمیم. خود چی میخوای بگی؟ من جهنمیم، تو چی میگی؟ خب ببینید این اصلا کجای دین رسول الله اینطوریه. گفتن که گفت یا ام کلثوم اراد الله اراد اخوك ان ياخذ الخلافه من يزيد فخيب عمله، برادرت میخواست خلافت را از یزید بگیره، خدا ناامیدش کرد. ایشون گفتن ویلک یا ابن مرجانه، همین ابن مرجانه گفتن خیلی حرفه، به زیاد نسبتش نداده، پسر مادرش که یعنی از حضرت نسب مشکل داریم. حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه بارها به عمر ابن الخطاب نسبتش میدادن، گفتن که یا ابن صحاک. اذا کان اخی طلب الخلافه لنفسه فهی میراثه من جده و ابیه، ارثش از جدش رسول الله، از پدرش علی ابن ابی طالب، پدرش حاکم کوفه بود، او وارث به حق حکومت اسلامیه. و اما انت و یزید فاستعدوا للمساله جوابا غدا یوم یکون القاضی الله والملائکه شهودا والخصم محمد والسجن جهنم. اون جایی که زندان خدا جهنمه، خصم تو محمد، شهود ملائکه و خود خدا قضاوت کننده است. ببخشید من بی‌ادبی میکنم، ولی بعضی از عبارات رو اگر که ترجمه فارسی هم بفرمایید، حالا شاید بعضی از بینندگان بیشتر استفاده کنن، چون حالا در واقع خب کلمه خصم تو کلام فارسی یک معنا و تصوری ازش میشه، بله از خصومت میاد، ولی خب در عرب معنای کسی که یه دعوایی داره، در واقع دعوی داره و در دادگاهی بله، که خدا دادگاهی، قاضی این دادگاه، خدا قاضیه، پیامبر از تو در واقع شکایت خواهد کرد. اونی که شکایت داره احسن. حسین نیست سلام الله علیه، حسین منی و انا من حسین، نفس حسینه، یعنی رسول الله. اونی که شکایت از تو داره رسول الله، شفیع محشر قیامت دستش. خیلی جملات عجیب بود، البته جملات امام سجاد هم خیلی شجاعانه در دفاع از خواهرشون
گفتن یا ابن زیاد سوف تقف و نقف و نسأل و تسأل و ای جواب تردون علی جدنا محمد و هو خصمكم یوم القیامه. اونجایی که سوال هست، از ما سوال میشه، از شما هم سوال میشه. حالا از ما سوال میشه، یه پیشنهادی به امام حسین داده شد عصر عاشورا، یه جمله دیدن گفتن ندیده بودم، بارها خونده بودم، هر سالم میخونم، ولی چند ساعت قبل این جمله رو به چشمم اومد. گفتن که بیعت کنید با یزید، دقایق آخر، دقایق آخر به آقا گفتن بیعت کنید با یزید. ایشون گفتن که ما اشواقن الالحق به هاده الفتیه، چقدر شوق دارم به این کشتگان ملحق بشن، به علی اکبر ملحق بشن، به عباس ملحق، چقدر شوق دارم به این جوانان ملحق بشن. یکی اینو گفتن، بعد اینو گفتن که اريد ان افی به عهد ربی. این خیلی چشمو گرفت این کلمه ها، میخوام وفا کنم به عهد و پیمانی که با خدا بستم. ظاهرا این جمله رو پیدا کردم راجع به عهد و پیمانی که آقا با خدا داشتن. قاتل فقتل و تقتل، این جملاتی که رب برای سید شهدا رسما فرستاده بود، قاتل یا در نامه رسول الله، ببخشید در نامه پیغمبر، که یک نامه هست به هر امامی، نبی زمان به وصیش میگه این کارا رو بکن، یعنی دستور العمل. از دستور عمل های سید شهدا که ایشون عهد و پیمان دادند که انجام بدن، قاتل و قتل، قاتل فقتل و تقتل، انقدر بکش تا کشته شد. و خلاصه ایشون دنبال وفای به عهدشون بودن با خدا. خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینو گوشه آویزه گوشمون کنیم که ما اول باید با خدا وفا کنیم. خیلی مهمه. حالا یک کسی در یک دولتی عهد و پیمانهایی با یه عده‌ای داره، با یه ربا خورایی، با نمیدونم بازارش مشکله، با دولت مشکل، یعنی میگه من مشکل دارم با این دولت، من پیمان بستم. مثل خور، خور مرد آزادی بود، پیمانم داشت با دولت عملی، بیعتم کرده بود، ولی آزاد بود. اون عهد و پیمانی که با خدا داشت، با همین امام زمان داشت، سبب شد که عهد و پیمانهای دیگر رو بشکونه. آدم باید خور بشه. اینو از امام اون تأثیر اصفه بگیریم. اون پیمانی که با خدا بستیم اولا بدونیم، بفهمیم، جستجو کنیم، بپرسیم ما در عالم زر با خدا چه پیمانی بستیم، با امام زمان غریب در به در ما چه عهد و پیمانی داریم که زمین نمونه. بعد سوال میکنن از امون که شما چه کردید با مهدی سلام الله، بابا سوال میکنن صریح قرآنه، با امام عصر چه کردید؟ یعنی دل سوخت آوردن منت نیست برای امام زمان. این عهدیست که ما بستیم، اشک گریان آوردن عهدیست که ما بستیم، ناله مهدی، مظلومیت مهدی را سر دادن، گفتن، به قلم آوردن، این عهدیست که با امام عصر بستیم که ما فراموش نکنیم آقا رو. این روزه‌ای که خدا میخونه از امام زمان خیلی روزه، یعنی مهمیه. فلا اقسم بالخنس، امامی که اسمش جایی ذکر نمیشه، خنس ذکره، یاد نمیشه. خب این مظلومیت ایشونه که یاد نمیشن در جایی، در محفلی، در بین خودمون، بین رفقا، بین جوانا، بین زنها، بین همون تو مجامع سیاسی، مجامع دولت، مردم، چرا یاد نمیشه؟ چراشون مطرح نیست؟ چرا گزینه اول برای فرج نیست، برای گشایش؟ یعنی شما الان مشکل دارید در فقر در ایران، مثلا هجوم آورده، خب این گزینه اول بود مهدی باشه برای نجات سلام الله علیه. شما وقتی بارون نمیاد، نه، گزینه اول برای بارون آمدن چیه؟ میرن نماز استسقا میخورن ملت، همه به همدو دعوت میکنن، خیلی خوبه، سنت پیغمبرم هست، ولی میخوام بگم گزینه اول برای بارون اومدن یه نامه به امام زمان نوشتنه، توسل به این امام عصره. خب یک دلیلش این که
معرفت کمه، یعنی که بدونیم ایشون همه کار این خلقت، این خیلی کمه، یاداوریش کمه. حالا بعضی هم میدونن فراموش میکنن. یکی دیگه هم این که ببخشید کاری نداری با ماما عصر، بیگانه شده ایشون، به تعبیر به قول معروف زیبایی شاید بگیم متاسفانه عادت کردیم به دوران غیبت. عادت کردیم جمله تلخیه، این جمله تلخیه، مثل کسی که به مرض عادت کنه. نه آقا بایستی، گفت ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است. الان شروع کرد برای ما زمان جوش زد، خروش داشت، قصه خورد، گله کرد. آقا شما چرا مثلا مشکل داری برای ما زمان؟ نگفتی گله کنی از طرفی، یادش بندازی که گزینه اول گشایش مشکلاتت کارهاست. تو اداره گیر کردی به موزه مارو یا با سلام حبیعت بکنی، چرا نه؟ اصلا گرفتاری مال همینه حکمتش، برخلاف اون چیزی که دقیقا ابلیس میخواد که یاد امام، در واقع یاد آیه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، زیل این آیه اگر اشتباه نکنم امام عسکری علیه السلام میفرماید مراد از این آیه ذکر اینجا امام هر زمانی هست، مخصوصا امام حضرت مهدی علیه السلام هست که در دوران غیبت، و این اتفاق واقعا افتاده. یعنی میگیم میبینیم دور و برمون چه پولدارش چه فقیرش، این معیشت زنگ در قرآن، یعنی آب خوش از گلون خیلی پایین نمیره خوشی های دنیا، به همین علتی که قفلت از امام، یعنی مقابل ذکر قفلت و فراموش کردن از امام. یکی این که ما باید گزینه اولمونش باشه، یا بهتر بگم یا راستر بگم یا رکتر بگم، تنها گزینه‌مون باید مهدی باشه. همینطور تنها گزینه شما اگه موحدی پایبند توحیدی، خدا گفته فقط ایشون راه منه، تمام فرج هم دست خدا خداست. اگر غیر از این باشه امر فرج صورت نمیگیره، برای همینه که اینقدر به تأخیر افتاده. یعنی باید واقعا اینو فریاد بزنیم، بالاخره ما سوار کشتی نجات مهدی داریم. بشیم چه در قالب گرفتاری چه در قالب عافیت، باید این مسئله اولت، دغدغه اولت باشه و دغدغه آخر. اول و آخر، اگرم روزمره ما کارامونو دکتر میریم فلان هرچه هر کاری داریم، اینا سببه، فقط سببه، فقط رعایت سنت نبیه. امام حسین جمله قشنگ زدن راجبه کسب و کار، میگن که کسب و کار و پول در آوردن رزق رو که خدا وامنه، این که تمام، این تمام شده است، این مطلب روزی کسی قطع نمیشه، خدا وامنه. این فقط برای احیای سنته که برید بازار کار کنید، خرید فروش کنید، سنت نبیه، پوشش سنت نبی رو پوشیدن. همین عرضم این که ما باید ایشون رو به دید فرج نگاه کنیم، مفرج، مفرج الهم، یا با صالح المهدی ادرکنی. ایشون یه جمله تعلیم فرمودن، گفتن در گرفتاری اینو بخونید خیلی کوتاه، یا محمد یا علی یا فاطمه یا مهدی ادرکنی ولا تهلکنی. یه بار دیگه تکرار کنم، یا محمد یا علی یا فاطمه یا مهدی ادرکنی ولا تهلکنی. اون آقای هم که داشت مینوشت گفت باید ادرکونی باشه، گفتن نه اونطور که من میگم امام هر زمان امور دست اوست، ادرکنی ولا تهلکنی. دقت کنیم، رعایت کنیم. عرضم که جمع کنم بحثم که اهل کوفه، اونایی که امام حسین رو محاصره کردن، تشنه کام کشتن با اهل بیتش، سنی بودن، ولی ببخشید مسامحه گفتم سنی، یعنی همون مخالفین بودن، نواسه بودن، انصار نبودن، اصحاب نبودن. حالا اونایی هم که ادعای محبت داشتن با زر امامشون رو فروختن، اونا هم ملحق میشن به مخالفین، اونا هم بوی ولایت نبردن، رنگ تشیع ندارن. کوفه رو از هم پاشید، حضرت زینب و امام سجاد این پایگاه تشیع رو بر ما حفظ کردند، رنگش رو برگردوندند، و امام صادق فرمودند که این کوفه است، لولا زراره لمحق الدین، کوفه است که دین رو حفظ کرده.
و درست آثار النبوه اسم عیسی و موسی از بین میرفت. اگه کوفه نبود، مسیحی امروز مدیون کوفه است، مدیون زینبه، مدیون ام کلثومه، مدیون امام سجاد، مدیون فاطمه صغراس، مسیحی، یهودی، صبی، یحیوی، مدیون این خاندان هستن. اگه اسم عیسی و اسم موسی و اسم آدم و یحیی زنده است، به برکت کوفه است. در یه جمله بگم، بالاخره عالم غرب پیشرفتش از دولت اسلامی داره. دولت اسلامی هم پایگاه علمیش کوفه است و پایگاه علمی کوفه از امیرالمؤمنین منشق شده. انشالله که با دیدرو داشته ظهور باشه. بله انشالله که با ظهور حضرت که به زودی همین امسال انشالله اتفاق بیفته، کوفه انشالله محل تجمع شیعیان بشه دوباره. الهی آمین. بینندگان عزیز، ممنون از اینکه همراه ما بودید. انشالله که مطالب مورد استفاده واقع شده باشه و انشالله که موفق باشید و اهتمام داشته باشید به ادامه حزن و ماتم و مصیبت زدگی و برپایی مجالس و شرکت در مجالس در طول ماه محرم و صفر، و این مطلب رو انشالله فروگذار نکنید. هم خود بنده انشاءالله موفق باشم، هم همه شما عزیزان. یا علی مدد.